مثال بعدی رو به هم توجه کنیم. دنباله آی این مساوی این دوی به علاوی این تقسیم بر سه این منهای یک مفروض است. چندومین جمله این دنباله برابر سه دوم است. یعنی چی؟ یعنی من به این چه عددی بدم که جواب بشه سه دوم؟ من دنبال این هستم. پس میام اینجا. این دوی به علاوی این تقسیم بر سه این منهای یک رو مساوی سه دوم قرار میدم. خب طبق معمول طرفین وسطه. دو تا این دو به علاوه دو این نه این منهای سه. خب بچه ها مرتبش میکنیم. دو این دو منهای هفت این به علاوه سه مساوی صفر. خب قبل از اینکه من اینو حل بکنم بچه ها، شما سال قبل مبحث اتحاد و تجزیه رو خوندید. اگر خاطرتون نیست خواهشن یک بار دیگه برید مرور بکنید، چون اگر واقعا بلد نباشید بیس کاره، بلد نباشید کار لنگه. حالا اینجا من یه گریزی میزنم برای حل این سوال، یه تعریفی اول از معادله درجه دو داشته باشیم، بعد ببینیم چیکار باید بکنیم. و بچه ها میدونید که در واقع تجزیه چند تا روش داشت. روش هندسی بود، روش خوارزمی بود، جمله مشترک بود، مربع کامل بود، روش دلتا بود. خواهشم برید یک بار اینا رو مرور کنید، یاد بگیرید. خب یادآوری داشته باشیم از سال قبل. معادله درجه دو ما AX دو به علاوه BX به علاوه C. خب فرمول دلتا چی بود؟ B دو منهای 4 هست. خب مشخصه ضریب X دو A هست، ضریب X B و عدد ثابت کانستنت همون مقدار ثابت C. دلتای من میشه B دو منهای 4 تا C. خب برای دلتا چند تا فرمول داشتیم؟ آفرین، 3 تا. دقت بکنید، اگر دلتا مثبت بود دو تا ریشه داشتیم، دو تا ریشه حقیقی داشتیم. چیا بود؟ یکیش این بود منفی بی به علاوه رادیکال دلتا تقسیم بر دو، بعدی منفی بی منهای رادیکال دلتا تقسیم بر دو. بچه همه مثل همه، منفی بی منفی بی، دلتا دلتا، دو آ دو آ، فقط مثبت منفی. پس اگه بخوام ترکیبش کنیم، منفی بی مثبت منفی رادیکال دلتا بر روی چند؟ دو. حالا قسمت بعدی، دلتای ما اگه صفر بشه. بچه ها اگر دن دلتا رو صفر بگذارم، دقت کنید، اگه دلتا صفر بشه این از بین میره، یعنی ایکس یک من میشه منفی بی تقسیم بر دو. حالا ایکس دو چی میشه؟ دلتای من صفره، x2 من هم میشه منفی b بر روی 2. خب هر دوش یکی شد، هم x1 شد منفی b بر روی 2، هم x2 شد منفی b بر روی 2. پس ریشه من هر دوش یکیه، مضاعفه. پس ریشه من مضاعفه. پس x1 با x2 برابره با منفی b بر روی چند؟ 2. حالا قسمت بعدی، دلتا منفی باشه. اگه دلتا منفی باشه آیا اعداد منفی با فرجه زوج جذر دارن؟ ندارن. چون جذر ندارن پس اصلا ریشه حقیقی نداره. بچه ریشه حقیقی نداریم. انشالله که دانشگاه برید میبینید که برای همینم جواب هست. ولی تا همینجا بدونید که اگه دلتا منفی باشه ما ریشه حقیقی نداریم. خب حالا برگردیم به حل سوال. دنباله ما این بود، آخرش به اینجا ختم شد، دو این دو منهای هفت این به علاوه چند؟ سه. بیاید با همه معادله درجه دو مقایسه کنید. AX2 به علاوه BX به علاوه C. AX2 آی من دوه به علاوه BX بی من منفی هفت به علاوه C. چنده؟ سه. پس آی من شد دو، بی من شد منفی هفت و C من شد چند؟ شد سه. خب فرمول دلتا چی بود؟ بی دو منهای چهار آسه، بی من چنده؟ منفی هفت. بی دو منفی هفت به توان دو، 49. منهای چهار تا آی زب درسه، جواب چند میشه؟ 24. پس 49 منهای 24 میشه 25. دلتای من مثبت شد. حالا که دلتا مثبت من باید دو تا جواب داشته باشم. فرمولامو چی بود؟ منفی بی مثبت منفی رادیکال دلتا بر روی دو. جایگذاری میکنیم. بی من چند بود؟ منفی هفت. منفی بی میشه منفی منفی هفت، میشه خود هفت. مثبت منفی رادیکال دلتا، دلتای من شد 25، خب جذرش میشه 5.
دو تا آیه منم که دوه، دو تا چقدر میشه؟ چهارده. حالا تفکیکش میکنیم، هفت به علاوه پنج تقسیم بر چهار جواب میشه سه. این قابل قبوله. چرا؟ چون من دنبال ان هستم، چون جواب شد سه و سه هم عضو اعداد طبیعیه، پس یکی از جوابهای من شد سه. بعدی هفت منهای پنج تقسیم بر چهار یک دوم میگه عضو اعداد طبیعی نیست، پس این معادله که من دارم فقط یک جواب داره، یعنی فقط به ازای جواب سه در واقع اون دنباله من به نتیجه میرسه. حالا یه باری که برگردیم عقب دقت بکنید بچه، سوال این بود ان دوی به علاوه ان تقسیم بر سه ان منهای یک به ازای چه مقدار ان باید بشه سه دوم؟ خب ما حل کردیم اینجا بچه، در آوردیم به ازای ان مساوی سه جواب میشه سه دوم، نه به ازای ان مساوی یک دوم، به خاطر که یک دوم اصلا عضو اعداد طبیعی نیست. پس جواب میگیم چی؟ جمله سوم این دنباله برابر با سه دوم شد. خب بیایم این معادله رو به روش دیگه هم حل بکنیم. بازم میگم خدمتتون تجزیه روش های مختلفی داره، خواهشم برید کار بکنید اینا رو بچه، لازمتون میشه برای این سال سالهای بعد. حالا اینو میایم به یک روش دیگر میکنم. اگه خاطرتون باشه یک روشی داشتیم تحت عنوان روش آ، عبارت رو مساوی آ قرار میدیم، طرفین رو در ضریب ان دو ضرب میکردیم به جز جمله وسط تا الی آخر. حالا اینجا من دیگه نمیخوام روش آ رو بگم، یه روش جدید میخوام خدمتتون عرض کنم. دقت بکنید، ضریب ان دو من چنده اینجا؟ دو. میگه بیا ضریب ان دو رو توی آخرین عدد ضربش کن. پس من میگم دو ان دو منهای 7 ان به علاوه 3 رو دارم، قرار شد که 2 رو من تو 3 ضرب کنم. خب چی میشه؟ میشه ان دو منهای 7 ان به علاوه 6. بچه‌ها 2 رو که ضرب کردیم دیگه 2 رو با کاری باش نداریم، 2 رو برمی‌داریم. پس میشه ان دو منهای 7 ان به علاوه 6. خب میایم همینو تجزیهش میکنیم، به دنبال دو تا عدد هستیم که ضربش بشه مثبت 6 به جمعش بشه منفی 7، پس میشه منفی 1 منفی 6، منفی 1 در منفی 6 ضربش میشه مثبت 6 ولی جمعش رو میشه منفی 7. خب حالا سوال من اینه، آیا ما حق داریم که شکل معادله رو عوض بکنیم؟ حق نداریم، ولی اگر این کارو کردیم برش گردون. ببینید ضریب ان دو چند بوده؟ 2 بوده. من اومدم 2 رو تو آخری ضرب کردم، من اجازه ندارم که شکل معادله رو عوض بکنم. حالا که عوض کردم برش میگردونم. دقت بکنید دوباره اون 2 رو من تو این ضرب میکنم و تک تک اعداد رو من به 2 ساده میکنم. خب بچه 6 تقسیم بر 2 میشه 3، ولی 1 تقسیم بر 2 عدد روندی به من نمیده. دقت بکنید بچه 6 تقسیم بر 2 رو من نوشتم شد 3. من با این دیگه کاری ندارم، فقط من با این کار دارم. میگه اون عبارتی که ساده نشد عدد رو فقط تو اون ضرب کن. چی میشه؟ 2n اگر 2 در منفی 1 دوم ضرب شد 2 با 2 میره میشه منفی 1، پس میشه 2n منهای 1 در n منهای 3. پس یه بار دیگه گوش بدین، من حق ندارم بچه 2 رو تو این ضرب کنم، حالا که ضرب کردم برش میگردونم، 2 رو ضرب میکنم و تک تک اعداد رو تقسیم میکنم. چون 6 تقسیم بر 2 شد 3 باش کاری نداریم، ولی 1 به 2 تقسیم نمیشه، یک عدد روندی به من نمیده. میام چیکار میکنم؟ اون 2 رو فقط تو این ضرب میکنم، پس میشه 2n منهای 1 در n منهای 3. خب مساوی با 0 میذارم، جواب 2n منهای 1 0، n میشه 1 دوم. بعدی n منهای 3 0، n چند میشه؟ 3. چرا 1 دوم قابل قبول نبود؟ به خاطری که گفتم n عضو اعداد طبیعیه، 1 دوم که طبیعی نیست. پس n چند شد؟ 3، یعنی جمله سومش میشد 3 دوم. ما در اونجا هم که از روش دلتا رفتیم باز به همین n مساوی 3 رسیده. بازم میگم تجزیه روش های مختلفی داره به دلخواه، ولی سعی کنید راه های رو یاد بگیرید که تو ذهنتون دیگه بمونه.